در 19 بهمن سال 1349، 9 جوان انقلابی مسلح به چند تفنگ و نارنجک به یک پاسگاه ژاندارمری در شهرستان سیاهکل در شمال ایران حمله کردند و با این کار به جنگ حکومتی رفتند که تا دندان مسلح بود و در مقابل مخالفانش بیره. مهمان من عضو یکی از دو گروه دانشجویی بود که در اوایل دهه 40 خورشیدی تشکیل شده بود و گروه سیاهکل از دل آن سر برآورده بود. او بعدها محکوم به 10 سال زندان شد و با انقلاب ایران در سال 1357 پس از گذراندن 7 سال از زندان آزاد شد. او که حالا فعالیت‌های تشکیلاتی را کنار گذاشته و به قول خودش شبحی که روح و جانش را تسخیر کرده بود را از روح و جانش بیرون کرده، 40 سال بعد در مورد واقعه سیاهکل چه میگوید؟ نقی حمیدیان، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. متشکرم. آقای حمیدیان، جوانهایی که به پاسگاه سیاهکل حمله کردند جوانهای بسیار باهوشی بودند، درس خونده بودند و احتمالا میدونستند که دارند خودکشی میکنند. چرا این کاری کردند؟ این نمیشه فقط همین نکته رو گرفت که آنها این کار کردن برای خودکشی یا میدونستند که خودکشی میکنند یا کشته میشن. یه پروسه‌ای داره که در دهه 40 شکل گرفته و اینها یه برنامه چون فردی نبود، گروهی بود، یه برنامه‌ریزی‌های شد چه به لحاظ عملی چه به لحاظ فکری تا به اون نقطه رسید که دست به عمل سیاهکل زدن. خب البته همونطور که گفتین یک کار، یک تصمیم خلق و سایه نبود و قصدم فقط حمله به پاسگاه نبود، یک نظریات و تئوری‌های پشتش بود که طی سال‌ها شکل گرفته بود. میشه توضیح بدین از جمله اون دو گروه دانشجویی مارکسیستی که تشکیل شده بود که سیاهکل از دل اون در اومد، این دو گروه چطور تشکیل شد، کی تشکیل شد؟ دو گروه بود، یک گروه که از سن سال بیشتری برخوردار بودن، گروه بیژن جزنی و یا ظریفی، در سال 45 تشکیل شدن. اینها از خودشون از سازمان، از اعضای سازمان جوانان حزب توده بودن، تجربه جنبش قبلی رو داشتن در همون سن سالی که بودن. بعد در سال 49 32 بیژن جزنی البته بیشتر تو جبهه ملی فعال بود قبلا، در جبهه ملی فعالیت داشت، بله جبهه ملی فعالیت داشت ولی سابقهش بیشتر بود. بعد از اون که جبهه ملی به هم ریخت، اینا به کارهای گروهی رو آوردن. در سال 45 گروه رو تشکیل دادن که با یه برداشتایی از انقلاب کوبا هم درشون بود و با مرزبندی از تا قطبای جهانی که اون موقع اختلافات چین شوروی ظاهر شده بود به وجود اومده بود، به دنبال اون گروه تشکیل دادن که تا به مبارزه مسلحانه و ایجاد کانون‌های چریکی در روستا در جنگل بپردازن که در همین فاصله بدون تا قبل از اینکه عمل کنن دستگیر شدن. گروه دوم، ببخشید، ادامه گروه جزنی، چند نفر از اعضاش شناخته نشدن که حمید اشرف و غفور حسن‌پور بودن که اینها خودشون مجدداً گروه رو سازماندهی میکنن و گروه جنگل اونها بعد از اینکه بیژن جزینا دستگیر میشن، محاکمه میشن، زندان میشن، تعدادی بیرون میرن، دو نفر در فلسطین میرن، علی اکبر صفایی ورانی و صفوری آشتانی، حمید اشرف و غفور حسن‌پور و برخی دیگر این گروه رو از نو میسازن. در واقع اینا بازسازی مجدد از پایه میکنن. اینو گروه جنگل رو ترتیب میدن به تحت عنوان هم جنگل، هم میشه گفت کانون چریکی جنگل تشکیل میدن، گروه شهر تشکیل میدن که بعد به سیاهکل میرسه. گروه دوم، حالا اسمش رو ما به قرارداد میذاریم گروه یک، گروه دو. گروه دوم از سال 45 تشکیل شد. تشکیل دهندشون در این گروهی که شما عضوش بودید. من عضوش بودم در سال 46، من عضو شدم. من حدسم اینه که بین 45 46 تشکیل شد، دقیقاً نقطه‌ش نمیشه پیدا کرد، اما توسط پویان، عباس مفتاحی و مسعود احمدزاده تشکیل شد این گروه. هدف اولی این گروه این بود که کشور رو بشناسن، شرایط اقتصادی اجتماعی رو باید شناخت و آموزش تئوری های مارکسیسم لنینیسم. اینا در از سال 45 تا سال 49 این مسیر رو طی میکنن، هنوز در زیر بار تفکر انقلاب روسی هستن، انقلاب قیامی هستن، اول قیام، اول حزب باید باشه تا قیام، بنابراین برای در جستجوی راه های پیدا کردن تشکیل حزب هستن. در این فاصله که اوضاع احوال شرایط، حالا اگر بعداً توضیح میدم، طوری شده که این به طرف تجربیات جدید هم کشیده میشه، از جمله تجربیات کشورهای آمریکای لاتین که خود انقلاب کوبا و تجربیاتش، اول بی‌اعتنایی میکنن، میگن نمیخونه با نظریات قبلی، بعد که میپذیرن به عمل مسلحانه خودشون میخوان سازماندهی بکنن. در سال 49 این دو تا گروه با هم
برخورد میکنن، تماس میگیرن و با هم گفتگو میکنن، به توافق میرسن که در راه عمل مشترک، چون موقع فضا بسیار خطرناک بود، کسی عمل نمیکرد، شعار میداد اینها، بعدا پلیس توش نفوذ داشت، بنابراین اصل بر عمل گذاشته، بعد در پای عمل اینها به هم نزدیک میشن که یکی از اعضای گروه دو که رفیق خود نزدیک خود من بود، احمد فرودی، به خاطر که شناخته شد مخفیش کرده بودن، اینو میفرستن به جنگل و مدت کوتاهی گروه جنگل به سیاکل حمله میکنه و این رفیق شما توی جنگل فرودی هم جزء گروهی بود که به پاسگاه حمله کرد. پس حمله کرد، اون زخمی میشه، چهارم اسفند دستگیر میشه که به همون روز ما هم دستگیر میکنه. بسیار خوب. حالا این دو گروهی که تشکیل شده بود، همونطور که گفتین، با اینکه تئوری پردازی بکنه، یعنی تشکیل شده بود که مطالعه بکنه اوضاع مملکت رو بسنجه و راه حل مبارزه پیدا بکنه، این راه حل الگو برداری بود، یعنی جنگ مسلحانه به اون شکلی که سازمان داده شد بعدش، یا اینکه نه تئوری بود که به طور از اصل خود این دو گروه بهش رسیده بودن؟ من نظرم اینه که از اصل خود گروه و تلاش‌های گروه بهش رسیدیم. در اون زمان‌ها یه دسته از مارکسیست‌ها یا جوانانی بودند از دانشگاه‌ها بودند که به روستا می‌رفتن مدل چینی انقلاب را پیاده بکنن. ما این گروه این کارو قبول نداشتیم. می‌گفتیم ما باید اول کشورمون بشناسیم. بنابراین پس از درون هست، از پایه است. و چون گروه دو تئوریزه کرد مبارزه رو، مبارزه مسلحانه تئوریزه کرد و چند سال اول هم بر پایه همون کتابی که مسعود احمدزاده نوشته که جمع‌بندی گروه دو بود، جنبه نظری بود، بنابراین میشه گفت که این گروه دو راه رو برای تئوری مبارزه مسلحانه فراهم کرد. تا اون موقع دست به عمل زده نمیشد، چون باید ما تئوری داشته باشه، همینطوری نمیشه دست به عمل زد، همینطوری نمیشه وارد صحنه شد. در این تئوری پیدا کردن راه مبارزه، مسئله اول حزب هم حل میشه که نه، میشه بدون حزب هم شروع کرد به مبارزه مسلحانه. البته تاثیر انقلاب کوبا و تاثیر جنبش های اون زمان در آمریکای لاتین به خصوص و کشورهای دیگه مؤثر بود که میشه ما با رژیم به این بزرگی و این قدرت بندی در بیافتیم و با اون نبرد آغاز کنیم و توده مردم به تدریج وارد صحنه بشه. حالا قبل از واقعه سیاهکل، این گروه های شما عملیات دیگه هم انجام داده بودن، از جمله حمله به بعضی از بانک ها، مصادره اموال بانک، حمله به بانک ونک، بانک ملی شعبه ونک و این کارها هم کرده بودن، درسته؟ تا زمانی که متقاعد نشدم این کار درسته، یعنی تئوری کار تنظیم نشده بود، دست به عمل نزدیم. به محض که تئوری، یعنی اون کتاب احمدزاده در شهریور 49 نوشته میشه، مهر عمل بانک ونک گروه انجام میده. چون میکنه وقت قصد از این عملیات چی بود؟ یعنی کسب یه نوعی امکانات مالی؟ نه، امکانات مالی برای مبارزه، چون مبارزه هزینه داشت، از کجا باید تامین میشه؟ کسی اون هم بیشتر دانشجو بودن یا فارغ التحصیلی بودن که افسر وظیفه بودن، ما چند نفر فقط شاغل بودیم در جاهای مختلف، خیلی محدود بود، امکان مالی وجود نداشت. برای هر اقدام مبارزه‌ای بالاخره هزینه باید تامین میشد، هزینه از یه جایی وجود نداشت و چون به خودمون متکی بودیم، برای باید از خودمون شروع میکردیم. راهش این بود که از طریق بانک ها. یعنی بسیار خوب، حالا امکانات برای مبارزه وسیع‌تری که شما به اصول این شکل تئوریزه کرده بودین که این یک نوع تبلیغ مسلحانه است، یعنی شما از طریق عملیات مسلحانه دارین علیه نظام موجود تبلیغ میکنین و از طریق این تبلیغ توده ها رو بسیج میکنین به اینکه این ترسشون بریزه و وارد مبارزه بشن. بعد از عملیات سیاهکل و اتفاقاتی که افتاد بعدش، آیا واقعا اون گروه شما، این دو گروه شما که بعد ادغام شد و بعدها چریکای فدایی درست شد از دلش، واقعا قانع شده بود که با این عملیات شما واقعا ترس توده ها رو به قول خودتون ریختین و اونا آماده مبارزه هستن؟ اگه اجازه بده من یک مقدار توضیح بدم که دهه 40 زمینه ساز این رویه است. رمانتیسیسم انقلابی در جوانهایی که نسل تازه هستن وارد صحنه میشن و به شور انقلابی همراهشون هست، ولی شرایط اجازه نمیده که اینا حرف بزنن یا سازمان تشکیل بدن، حزب تشکیل بدن، آزادی بیان قلم ندارن. علتش اینه که بعد از سرکوب 15 خرداد، سرکوب خونین 15 خرداد، بعد از اینکه شاه رقیبای سنتی خوش کنار زد، نه به کنار رقابتی بلکه کنار سیاسی زد، یعنی خانشین کرد جبهه ملی رو، بعد حزب توده سالها که از سال 32 ضربه زده بود، اونا هم دیگه نتونسته هیچ فعالیت بکنن، نسل جدید وارد صحنه میشه. همزمان در اون زمان دانشگاه ها زیاد میشه
و قشر متوسط یا طبقه متوسط جدید به وجود میاد. این طبقه متوسط خب خواهان این تغییر هست، اما دهنش پوزبند میزنه شاه و اینا اجازه ندارن حرف بزنن. یه خلایی در وجود اینهاست. هنرمندان، نویسندگان، شاعران، تمام اون لایه‌های اجتماعی فکری به واسطه نیازهای ذهنیشون معترضن، اما خاموشن، وحشت زدن، نمیتونن چریک‌های فدای خلق. بعداً که وقتی وارد صحنه میشن صدای اعتراض خشمگین این قشر اجتماعی هستن. اونها واسه شعر میگن، اونها براشون داستان میگن، اونها براشون حمایت میکنن، حمایت مالی میکنن از هر رقم. یعنی شما جواب مثبت میدین به جواب مثبت، یعنی اینکه شما توده ها رو تهیج کردین و اینها ترسشون ریخت و وارد مبارزه شدن؟ نه، توده ها رو تهیج نکرد، نتونستیم توده ها رو تهیج کنیم. ترستون این بود دیگه. گفتمان ما گفتمان سیاسی ایدئولوژیک بود برای طبقه زحمتکش و طبقه کارگر، ولی عمل اجتماعی ما اون نبود. توده کارگر نمی اومد. توده کارگر باید خیلی متقاعد بشه، وارد صحنه بشه. اون اصلا جمعی وارد صحنه میشه. یعنی در بهترین حالت آقای حمیدیان، شما تونستید یک قشری از روشنفکرای ایرانی و یک بخشی از هنرمندان و حتی بعضی از ممکنه آهنگسازان یا سینماگران و شعرا رو جلب خودتون بکنید تا حدودی فقط. از نظر حمایت خیلی وسیع‌تر از اینه، اما از نظر شرکت بیشتر از دانشجو هستن. ببینید بیشترین نیروی جنبش چریکی از دانشجو هستن. این فقط با یا چریکای فدایی نبودن، از مجاهدین هم همین وضعیت بیشتر عمده بود. بنابراین اون نیروی که اینو تغذیه میکرد بود در صحنه، میومدن. اون شور هیجانی که سیاه‌کل ایجاد کرده بود در بین توده عامی نبود، توده مردم عادی نبود. ولی بحث من اینه که شما قصدتون این بود که در بین توده عامه هیجان ایجاد بکنید، اما نه بلافاصله، حس مبارزه نه بلافاصله. خیلی خوب، شما در دراز مدت شما فکر میکنید این حس رو ایجاد کردید؟ اول میخواستیم روشنفکر به وارد صحنه بشه. اینو ما در همون نیمه اول 50 که ما با عباس مفتاحی ملاقات داشتیم میگفت تا حدودی، ولی خیلی راضی نبود. موقع به ما گفت انتظار بیشتری داشتیم. اما عباس مفتاحی شما اسم بردید، یه خود توضیح بدید. عباس مفتاحی از افراد انقلابی بود که صدا به نوع این گروه شما را تشکیل داده بود، درسته؟ یکی از پایه‌گذاران گروه پویان مفتاحی احمدزاده است و ما با هم همکلاس بودیم، از اون طریق ما با در ارتباط با ایشون بودیم. ایشون از یکی از سازمانگران اصلی گروه دو بودن، گروه احمدزاده پویان بودن و ایشون میگفتن که ما در این مرحله، ولی نه، بیش از انتظار بیشتر داشتیم که برآورده نشه، اما انتظار از توده عامی نداشت. توده ببخشید عامی میگم، توده مردم نداشت، توده ساده مردم، توده کارگر دهقان. ولی از روشنفکران حمایت وسیع شد، جنبش دانشی به شدت حمایت کرد، از نیروها می اومد، زندان ها پر شده بود از دانشگاه. شما شاید خودتون هم یادتون باشه. بله، من یادمه. ولی موضوع که هست اینه که واقعا در اون زمان عمر یک چریک چقدر بود؟ واقعا خودمون میگفتیم 6 ماه. 6 ماه، یعنی از زمانی که یک فرد علاقمند میشد، جذب جریانات چریکی میشد، تا زمانی که کشته میشد یا در زندان میرفت حدود 6 ماه. در قبل از عمل مسلحانه این نظریات اون موقع تنظیم شد، تدوین شده بود. وقتی که عمل انجام شد همون نیمه اول سال 50 بسیاری از رهبران گروه دستگیر شدند. یعنی وقتی که گروه چریک های فدای خلق به وجود میان، از مرکزیت 5 نفر هستند: حمید اشرف، عباس مفتاحی، امیر پرویز پویان، مسعود احمدزاده، اسکندر صادق نژاد. در همون نیمه اول سال 50 از این 5 نفر 4 نفر دستگیر و کشته میشن، یک نفر فقط حمید اشرف میمونه و همه امید عباس مفتاحی که ما در سلول با هم بودیم، امیدش به امیر اشرف بود. میگفت اون میتونه سازمان نجات بده، اون میتونه. اینجا حفظ سازمان بود، نه اینکه توده مردم. اصلا صحبت توده مردم نیست، یک پروژه دراز مدتی در نظر گرفته میشد که در این پروسه دراز مدت مردم از شورش انقلابی، انقلاب به اصطلاح روشنفکران، توده مردم وارد کم کم وارد صحنه میشن. کی چه زمانی این دیگه برنامه مشخص نیست. حالا برمیگردم به سوال اولم آقای حمیدیان، و اون اینه که به هر حال اینا با علم به این که عمر طولانی در این راه نخواهند داشت، نوعی خودکشی بود. خب ولی هدفشون این بود که با این کار، یعنی عده جوانهای از خود گذشته انقلابی بودند که فکر میکنن در دراز مدت میتونن اثری بذارن و اون تهییج توده ها رو در دراز مدت ایجاد بکنن. شما فکر میکنین که انقلاب بهمن سال 1357 نوعی نتیجه حرکت گروه های مثل شما ها بود و کارهایی که افراد از جان گذشته رفقای شما کردن؟ نمیتونیم مستقیما اینو بگیم، این کار حرف غلطی اگه بگیم، نتیجه کار ما بود، ولی بی تاثیر نبود. این تاثیر امر کلی هست.
یقینا تاثیر داشت، ولی به هیچ وجه اون آرزویی که ما داشتیم، اون برنامه‌ای که داشتیم، اون نبود. انقلاب از راه خودش اومد بالا صحنه شد. و شما کتابی نوشتین، سفر بر بال آرزو، بر بالهای آرزو، که در واقع شرح ماوقع اتفاقاتی که افتاد از زمانی که گروهتون تشکیل شد تا تشکیل سازمان چریک‌های فدایی خلق و بعد انشاب‌ها و تا این اواخر. بال آرزو، سفر بر بال آرزو، یعنی آرزوتون چی بود واقعا؟ یعنی چقدر مشخص بود این آرزو براتون؟ دو تا بخش داره. یه بخشش آرزو، من اینو خیلی صد تا اسم نوشتم تا خودم اینا از خیلی دوستان خواستم نشد. سفر امر واقعیه، یعنی ما با پای خودمون حرکت کردیم. آرزو به خاطر اون رمانتیسیسم میشه هست، یعنی دو تا امر با هم قاطی شد، هم عمل زندگی ما هست، هم آرزوهای ما هست. بنابراین معناش اینه که ما با یه آرزویی وارد صحنه شدیم و عمل کردیم، زندگی کردیم، رفقا از دست دادیم، خودمون زندان افتادیم، خیلی های زیاد اومدن زندان رفتن، هزاران نفر اومدن رفتن. در این چارچوب اینو من نوشتم که به نسل بعدی بگم. من این کتاب رو به خاطر انتقاد از آن از خودمون کردیم که به نسل قبلی میکردیم. نسل قبلی میگفت آنها تجربهشون به ما ندادن، ما هیچ تجربه ای از خلیل ملکی نگرفتیم، هیچ تجربه ای از حزب توده نگرفتیم درس آموز ما باشه. آنها کار توده ای بسیار وسیعی کرده بودن، از صفر شروع کردیم. ما که به اونا انتقاد کردیم، من به سهم خودم به همین امر ناقابلی انجام دادم که بگم ما هم تجربه ما این است. حالا آقای همجان، از کی این فکر در سازمان چریک‌های فدایی خلق به وجود اومد که ممکنه این راهی که شما انتخاب کردید، مبارزه مسلحانه، واقعا راه درستی نباشه و نتیجه نخواهد داد و چه بهتر که برگردیم به اون شکل سابق، یعنی اینکه حزب سیاسی تشکیل بشه، مردم رو بسیج بکنه و آگاه بکنه و از اون طریق وارد مبارزه سیاسی بشین؟ از کی این فکر در سازمان به وجود اومد؟ به وجود نیومد در سازمان. در سال 55 که رهبران وقت سازمان از جمله حمید اشرف که برجستنی رهبر سازمان در طول 6 سال مبارزه چریکی بود که کشته شدن، از اون موقع خب بحث گفتگو شد ما کجا رفتیم، چی شد، یه دسته انشاب کردن و اونها کم کم راهشون گرفتن رفتن، بعد هم که به حزب توده پیوستن. دسته دیگه موندن که سازمان نگاه تورج هیدری بیگان، دسته دیگه که موندن که سازمان چریک های فدای خلق موندن تا انقلاب رسید، اینها تونستن سازمان در این مدت نگه داشته باشن، با همه ضربات خوردن، خیلی مشکلات زیاد، کارهای بسیار از دست رفتن، اینها با همون توان خودشون تونستن این سازمان رو حفظ بکنن. بعدا از زندانیایی که آزاد شدن عضوگیری کردن، به هر حال سازمان رو نگه. ولی انقلاب دیگه، خود انقلاب مسئله رو حل کرد. ما تا انقلاب اومدیم دیگه تمام شد کارمون، یعنی هر چه هدف داشتیم، همه آرزوها در اونجا، نه با آرزوهای اهداف نهایی که من همچنان اون دارم، من خوشبختی ملت می‌خواستم، برای رفاه اونا می‌خواستم. این آرزوهای من، منظورم یه آرزوی مشی از روند یا استراتژی‌های ما است. بعد از اون دیگه همه چی به هم ریخت و خودمون تا به خودمون بگیریم بیایم به صحنه که علنی بشیم، یه خورده طول کشید. بعضی وقتا توی تلویزیون، با پشت به تلویزیون بچه‌ها با میشستن مصاحبه میکردن، اون فکر میکردن هنوز ممکنه برگرده. یعنی شما زمانی که حال محکوم شدیم به 10 سال زندان، چه سالی بود که محکوم شدید؟ درست قبل از تشکیل سازمان چریک‌های فدایی خلق؟ نه بله، سش من سال 10 ده شهریور سال 50 دستگیر شدم، در بهمن ماه محکوم شدم. بسیار خوب. دادگاه. یعنی شما محکوم به 10 سال زندان شده بودید و با انقلاب بهمن در واقع مردم شما را آزاد کردند. سوم آذر 57 با انقلاب مردم. یعنی شما وقتی که از زندان آزاد شدید، که این شورش انقلابی مردم شروع شده بود، اینا حس نکردید که به عنوان که کسی که قرار بود پیشاهنگ خلق باشه برای یک شورش انقلابی، در واقع پشت سر خلق، خلق زودتر از اون شروع به کارش رو کرده، برای انقلابش شروع کرده؟ چرا حس کردید؟ حس کردی؟ بله، خیلی طبیعی بود. یعنی در بود. یعنی در داخل زندان در واقع شما اون برحال ده زیادی بودیم که زندانی بودین. این بحث که این مشی شما ممکنه غلط باشه، اینا میشد و نتیجه ای داد؟ شد. از همون سال 50 شد. از توسط اول نفرش هم بیژن جزنی بود، اون به نقد و بررسی مشی و برنامه ها پرداخت و با تجربه ای که مشاهده کرد، یکی دو سال بعد شروع به نوشتن کرد. و اینکه ما همه شروع میکنیم تا از انقلاب ما انقلاب توده ها بشه، به وجود بیاد، یا موتور کوچیک بره تا موتور بزرگ و توده ها رو فراهم کنه، تجدید نظر کرد، یه اصلاح کرد که ما باید کار صنفی سیاسی بکنیم در کانون. و خب این در زندان اختلافاتی به وجود اومد، دو دسته شدن، یه دسته همون نظرات اولیه، دسته نظرات بیژن، بعد هم بیژن اینا هم که کشتن در سال 54
بعد از اون هم این بحث ادامه پیدا کرد که هر چقدر زمان میگذشت به تعداد مدافعان استراتژی تاکتیک احمدزاده کمتر میشد، بیشتر به نظرات بیژن و بعضی هم اصلا ردش. یه بخشی هم بودن که بعدا گروه راه کارگر تشکیل داده، اونا از همون بحثات رد کردن. یعنی بعد از انقلاب زمانی که سازمان چریکای فدایی خلق درش انشعاب شد و یه گرایش خیلی محکم و قوی به طرف حزب توده ایران بروز کرد داخل سازمان و برها شما هم جزو همون طیفی بودین که این گرایش رو داشتید و حتی بعدها نظریه این که باعث اصلا وحدت کرد و ادغام شد در داخل حزب توده ایران که باز هم شما از مدافعان اون بودی، درسته؟ بله. یعنی اینها نتیجه یک بحث‌های از پیش شده‌ای بود؟ نه، ببینید آقای فانی، اصلا انقلاب جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی بهمن یه پدیده‌ای در نوع خودش بود. ما برای شناخت اون دچار اختلاف شدیم، طبیعی هم بود. ما همه در زندان بودیم یا در خانه‌های تیمی یا در پچپچا بودیم، مگه کتابی آزاد بود با بخونیم؟ ما مگه یک اندیشه جدید در دست مغایر داشتیم که بخونیم؟ ما همون چیزایی که می‌خونیم بهش ایمان داشتیم و می‌خواستیم همون رو عمل کنیم و متعهد بودیم که عمل کنیم. ولی وقتی که انقلاب شد این پدیده همه ما رو دچار بحث و جدل کرد. از همون اول یه دسته‌ای بودن که گفتن نه همون قدیم درسته، اما اولش سال 50 درسته. خب اونا دسته ای بودن که اصلا نیومدن به سازمان و جدا شدن. دسته دیگه که بسیار که حکومت چیست، این حکومت وابسته است، این حکومت پایه اجتماعی چیز، این خود بوجوهای از این چیزایی که شما شنیدید و خیلی‌ها میدونن، این اختلاف نظر به وجود اومد. هیچ از پیش تعیین شده تضمین شده تعیین شده وجود نداشت. خود من به مفصل این توضیح دادم که چگونه در اثر گیج گرفتاری‌های این اوضاع احوال کشیده شده به نظرات حزب توده، چون اون حزب توده یک سیستم داشت، سیستمش از سیستم تضاد جهانی و لاروش غیر مستقیمی داشت. در ایران حزب معلوم بود چی کار داره میکنه. ما ها که همش گیج بودیم و میخواستیم یه کاری بکنیم، بعد اشتباه میکردیم، یک کار توده عظیمی هم همراه ما بود که ما از ما انتظار داشتن، ما در موقعیت نبودیم پاسخ بونه، خودمون دچار مشکل بودیم. بنابراین مشکل ما به خاطر جوونی ما، حتی اسمش بگید، دچار انشعاب شد، انشعابهای بدی شدیم و ما خودمون هم دیگه رو ضعیف کردیم. با هر انشعاب به هم دیگه حمله کردیم، به هم دیگه بد گفتیم. خب توده مردم هم به هر حال می‌بینن که اینا دارن خودشون چیز می‌کنن. خب واسه دوگانه شما الان آقای حمیدیان نظر سیاسیتون چیه؟ شما تشکیلاتی نیستید، به سازمان فدایی ها وابسته نیستید، ازش استعفا کردید، درسته؟ بله. و ولی خودتون نظر سیاسیتون چیه؟ شما چی فکر می‌کنین که چه باید بشه؟ چه راهی بایستی انتخاب بشه برای پیشرفت مثلا جامعه مثل ایران؟ ببینید تجربه شخصی خودم خدمت رو عرض بکنم، من این مسیری که طی کردم پشیمون نیستم، به خاطر اینکه با عشق علاقه به میهنم، به مردمم، به زحمتکشان کشورم، به تعالی کشور من اون مایر گذاشتم. رفقای دوستانی که رفتن، از چه نزدیکترین دوستان ما چه دیگه که نمیشناختم، اینا همه به همین عشق بودن. اما راه ما راه به نتیجه نرسید. شکست را عدمش پیروزی ما به معنای عدم نابود غلط بودن هدف ها و عشق و علاقه ما نیست. همین الان هم به همین عشق زندگی میکنم، اما دیگه هرگز بدون گز کرده به قول معروف نمیبونم. یعنی چی؟ یعنی تعصب رو در سیاست تفکیک میکنم. من میخوام بگم این تجربه مستقیم خودم بگم، ما در شرایط کشور ما همین الان هم از تعصب باید پرهیز کنیم، برای که از سیاست تعصب آدم رو به جاهای خطرناک میبره، حتی به دشمنی و دوستان میبره. اگه تعصب نباشه واقع بین بشه، هنر ممکن هاست. باید ببینیم چه اندازه میتونیم گام برداریم. توصیه من به نسل امروز هم اینه که نگاه کنید به وضعیت، همینطوری آرمان ها آرزوها رو نیاره. این آرزو اینجار میشه، اینطوری میشه، اون آرزو خوبن، خیلی هم خوبن، از بدی ها نمیشه آدم بگه من تمکین بکنم، ولی ناچاری که لقمه رو به اندازه دهن برداری تا گام بعدی. گام بعدی به نظرم امیدوارم که این به نتیجه برسه. شما خیلی به راحتی میتونستین یکی از افراد سیاه‌کل باشید، یعنی توی اون گروهی که شما بودین در اون زمان یکی از افرادتون رفت و جزو کسانی بود که به سیاه‌کل، جزو 9 نفری بود که به سیاه‌کل حمله کرد و خیلی همشون هم تقریبا کشته شدن و یا دستگیر شدن، بعدا اعدامشون کردن. شما میتونین به راحتی یکی از اونها باشید. آیا الان که برمیگردید نگاه میکنین به اون واقعه، فکر میکنین که شما آدم خیلی خوشبختی بودین که نبودید جزء اونا؟ یعنی موندید و زندگی کردین با توجه به اینکه همه این ناملایمات رو، زندان و همه چیزا رو هم کشیدید، ولی از یک نظرهایی فکر میکنین که برحال هنوز زنده؟ نه، در اخلاق شخصی من این نیست که اونا رفتن حالا خوشحالم که من موندم. گاهی وقت میگم که ای کاش من در کنارشون بودم، برای اینکه اون پیوندهایی که ما داشتیم، چه دیده چه ندیده، چه اونا نمیشناختیم چه نمیشناختیم، اونا برای من همیشه افتخار هستند. اگه من بودم چه ای کاش که بودم کنارشون. حالا که من شانس اینو داشتم که زندگی بکنم،
و این همه تحولات دیدم، من دیگه آن نیستم که آنها بودن. آنها نبودن که این تحولات بودن، چه در عرصه ملی چه در عرصه بین المللی. پدیده های بسیار بسیار تازه‌ای در جهان و در کشور ما رخ داد. بنابراین باید اون درسش این نیست که من بگم آنها کار بد کردن یا من خوشحالم که اونا نبودن. من باز وقت از نظر شخصی میگم که ما در مرام بی‌معرفتی نبود. حالا به اصطلاح شما خیلی ما مردانه می‌خواستی باشیم در صحنه. نقیه حمیدیان خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه به بار دیگه. منم متشکرم. ممنون از شما. مرسی.